و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر و یک ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. اتحاد جبهه آزادی در حمله بر فرمانده امنیت طالبان در کابل دو جنگجو را کشتیم. هشت صبح کابل جبهه آزادی افغانستان میگن که در حمله بر فرمانده امنیت طالبان در کابل دو طالب کشته شده و یک طالب دیگر زخمی شده. جبهه آزادی افغانستان با نشر یک نوار تصویری در صفحه توییتر گفته است که در درب ورودی فرمانده امنیت طالبان در شهر کابل صورت گرفته است. به گفته جبهه آزادی، نیروهای این جبهه طالبان را با پرتاب نارنجک هدف قرار دادند. این در حالی است که تیر جبهه مقاومت ملی افغانستان از حمله بر مرکز تعلیمی طالبان در کابل خبر داده بود. احتمال برفباری و بارندگی سیل آسا در 27 ولایت کشور. ریاست هواشناسی درباره احتمال برفباری نسبتا سنگین و بارندگی شدید همراه باران و برف و جاری شدن سیلاب در 27 ولایت کشور هشدار داده است. به گفته این ریاست، فردا یکشنبه 13 عمل و پس از فردا احتمال بارندگی شدید در ولایت های هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، پنشیر، نورستان، پروان، کاپیسا، کنر، لغمان، کابل، ننگرهار، لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی و سالنگ ها وجود دارد. مقدار بارش در نقاط بین 10 الی 50 میلیمتری و مقدار برفوری بین 10 الی 30 سانتی متر پیش بینی شده است. در روزهای اخیر نیز برخی از ولایت های کشور گواه بارندگی شدید سیل آسا بودند. و در اخیر، آدم ربایی در بلخ یک مرد کنسال رو بوده شده و یک بازرگان آزاد شد. منابع مردمی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ میگن که افراد مسلح ناشناس یک مرد کنسال را از مرکز این ولایت رو بوده شده. منابع از فرد رو بوده شده به نام عبدالرؤوف غفوری یاد میکند و میگن که وای روز گذشته ساحه دشت شور از مربوطات ناحیه هشتم شهر مزار شریف رو بوده شده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.